این روز جهانی درامی داشته یادمان هولوکاست. بر این هستش که ما باید ببینیم چگونه ممکنه از آدمی به این گونه رفتار ددمنشانه که اصلا احتمال وقوعش به ذهن هیچ انسانی نمیرسه. در جنگ جهانی اول میلیون ها نفر کشته شدن، در جنگ جهانی دوم همینطور 50 میلیون کشته شدن من جمله 6 میلیون یهودی. باید ببینیم تا چه اندازه انسانی که اشرف مخلوقاته تا چه اندازه میتونه به یک درجه ای برسه که برای درجه دیوانی برسه که نه فقط برای دیگری ارزشی قائل نباشه، بلکه بر این باشه که بیاد و کاری به عنوان یک برنامه کلی دست به یک آدم سوزی بزنه و کشتار دست جمعی بزنه. از این رو برای اینکه ما به این مسئله بیشتر پی ببریم و ریشه یابی اون رو داشته باشیم، باید برگردیم به دورانی که به هر حال قبل از جنگ جهانی اول حتی بوده و در همین حین که عثمان های جوان با در دست داشتن شمشیر و تفنگ و 1.5 میلیون ارمنی رو آمدن سر بریدن و کشتار دست جمعی داشتن. اینا نباید فراموش بکنیم، این در کنار آنچه که در جنگ جهانی اول با چندین میلیون کشته شدن، ولی برنامه‌ای که در دست بود و این که در سالهای 20 میلادی دیدن که دنیا سکوت میکنه وقتی که میان و به این گونه جنگ را میندازن و آلمانی بود که به هر حال غرامت میبایست بپردازه و اون عزت نفسی که داشت رو به پایین آورده بودن در جنگ جهانی اول و مجبور شد به گفته وارد جنگی بشه در جنگ جهانی دوم که بتونه عزتی که پایمال کرده بودن رو از طریق فاشیسم بتونه به دست بیاره و به خاطر آن دموکراسی شکننده‌ای که